اگه میخوای موفق بشی، کافیه همین سه تا کار رو انجام بدی. 1. یه هدف بزرگ داشته باشی. 2. براش سخت تلاش کنی. و 3. تا رسیدن به هدف توی مسیر بمونی و متوقف نشی. درسته؟ این بدترین توصیه ممکنه. چیزی که بهش میگه فرمول استاندارد موفقیت. و مشکل اینه که عصر استانداردها خیلی وقته که تموم شده. این فرمول از جایی میاد که خط تولید اومده. تولید انبوه، سلسله مراتب، آموزش اجباری، مکانیزه کردن. و خب ایده خیلی هم ساده است. خط تولید انسان نمونه. خط تولیدی که شروعش مدرسه است، کلاس و درس و برنامه یکسان برای همه. بعدش دانشگاه و رشته پرزرق و برق، بعدش شغلی که میتونه همه رو خیره کنه. دکتر و مهندس و وکیل، هر چی مطمئن تر بهتر. راه رسیدنم روشنه، به سیستم اعتماد کن. کافیه شبیه بقیه باشی، فقط یه خورده بهتر. باید انتخاب کنی. نمیشه کارت هم پول خوبی داشته باشه و هم دوستش داشته باشی. یه روز که به هدفت رسیدی میتونی خوشحال باشی، اما یه روز به خودت میای و میبینی که هیچ چی سر جاش نیست. دانشگاهو دیر تموم میکنی در حالی که هم دورات رفتن. توی کار درجا میزنی در حالی که بقیه از نردبون بالا میرن. لیست آدمای تاثیرگذار رو زیر 30 سالو میبینی، کسایی که بیزنسای میلیارد دلاری رو از تو خوابگاه شروع کردن، ولی تو باورت نمیشه که 30 رو هم رد کردی. توی یک کلام انگار دنیا داره دنبالت میکنه و تو هم باید سریع خودت رو جمع و جور کنی. ولی یه جایی به خودت میای میبینی که انگار دنیا این شکلی کار نمیکنه، یعنی دیگه این شکلی کار نمیکنه. اولین اشتباه جایی بود که فرمول استاندارد رو باور کرد. اینکه اول سختی و تلاش برای خوب شدن توی کار مهمه و بعدش هم رضایت و خوشحالی میاد. ولی فرمول برعکس بود. بدون رضایت درونی تلاش طولانی مدت غیر ممکنه. فرمول اصلی این بود که دنبال کاری بریم که اول ما رو راضی و خوشحال کنه و کار بزرگ هم احتمالاً توی ادامش میاد. اشتباه بعدی نادیده گرفتن انگیزه ها یا چیزایی بود که ما ترجیح میدیم. دوست داری کارت مثل بازی باشه؟ نمیشه. دوست داری تنهایی کار کنی؟ نمیشه. دوست داری با بقیه زیاد ارتباط داشته باشی؟ تمرکز لازمه. دوست داری شبا کار کنی؟ نمیشه، فقط روز. ولی این چیزای کوچیکی که به ما انگیزه میدن واقعاً مهمن. کلی وقت باید صرف کنی که اونها رو بشناسی. با خودت رو راست باش، خودتو گول نزن، چون راحت ترین کسی که بشه گول زد خودتی. باید چیزهای کوچیکی که بهت انگیزه میده رو پیدا کنی، چیزهایی که وادارت میکنه ادامه بدی. داستان زندگی بقیه رو که میشنوی کجاش چشمات برق میزنه، کجاش فراریت میده. اما مهمتر از اون باید خودت آگاهانه انتخاب کنی و مسیرتو بسازی. موفق شدن یه کار بزرگ انجام دادن در واقع فرمولی نداره. منوهای از پیش طراحی شده رو دور بریز. اگه توی جستجوی گوگل یا چت با هوش مصنوعی دنبال پیدا کردن راهی، داری اشتباه میکنی. خودت دست به کار شو و هرچی دوست داری رو درست کن. کاری رو بکن که همه میگن نمیتونی، چون تنها کسی که محدودیتتو میدونه خودتی. مهم نیست برای فلان شغل یا کار چقدر احتمال داره موفق بشی. این احتمالات برای انسان میانگینه، چیزی که وجود نداره. فقط خودت میدونی تو چی خوب و کجا عالی هستی. با تعریف سقف‌های ذهنی خودتو محدود نکن. بیا یه مثال رو با هم بررسی کنیم. میدونی اشتراک کارگردانه موفق چیه؟ یا چطور تونستن وارد سینما بشن؟ راستش تنها اشتراکشون اینه که هیچ اشتراکی ندارن. یا در واقع اشتراکشون اینه که هر کدوم مسیر خاص خودشون رو رفتن. مسیر کارگردان خوب شدن فرمول ثابتی نداره و برعکس پر از راه‌های خلاقانه است. یکی مثل تارنتینو استاد فیلم نامه نوشتن و با دیدن فیلم نامش یه تهیه کننده مطرح حاضر میشه ازش حمایت کنه. یکی هم مثل مت دیمن برای اولین فیلمش میتونه رابین ویلیامز رو راضی کنه که توی این فیلم بازی کنه و با همین یه ستاره توی فیلمش اسلودی رو راضی میکنه که بهش سرمایه بده. ولی فقط همینا نیست. یکی شبکه ارتباطی قوی داره، یکی استاد میخکوب کردن بیننده است، یکی به قدری کاریزماتیکه که میتونه تیمش رو راضی کنه تمام توانشون رو بذارن. ولی مسیرها تمومی ندارن. یه مثال تازهش یه جوان 20 ساله به اسم وسلی ونگه که سال آخر کالجش رو صرف ساختن یه فیلم میکنه و اونو توی یوتیوبش میذاره. بعد یه مدتی یه ایمیل دریافت میکنه. ایمیل از شخصیه به اسم دارن آرنوفسکی که ازش میخواد از دانشگاه انصراف بده و همین فیلمو به صورت بلند بسازه. مسیر زندگی وسلی هم برای همیشه عوض میشه. در واقع نه تنها برای کارگردان درجه یک شدن یا ساختن یه فیلم درجه یک مسیر استانداردی وجود نداره، بلکه برای هیچ کار بزرگی مسیر استانداردی نداری. مسیر مناسب و ویژگی های برجسته خودت تعیین میکنه. شاید شبانه روز باید کار کنی، شاید تمرکز عجیبی داشته باشی، شاید استاد شبکه ساختن و تحت تاثیر قرار دادن بقیه باشی.
استراتژی فردی مخصوص خودته و بهترین مسیر ممکن اونیه که بسته به تواناییات تو رو به اهدافت میرسونه. توی مسابقه های اسب سواری معمولا همه اسبا شناخته شدن. همه اغلب رو اسبی شرط میبندن که میدونن میبره. ولی بعضی وقتا یه اسب تازه کار میاد توی میدون. اسبی که اصلا کسی حواسش بهش نیست. اسبی که انگار وجود نداشته. اسبی که توی تاریکیه. ولی یکی یکی اسبا رو پشت سر میذاره و همه رو متعجب میکنه. دنیا پر از اسبهای تاریکه. آدمایی که درجا زدن و اصلا وجود نداشتن. آدمایی که تو قالب سیستم جا نمیشدن. ولی یه جا تصمیم گرفتن مسیرشون رو عوض کنن. اونجا بود که دنیاشون عوض شد و کارهای بزرگشون هم شروع شد. کارهای بزرگی که مهم نبود بزرگ نباشن. چون مثل بازی بودن. چون اونا رو راضی میکردن. پس یادت نره. برای موفق شدن باید استانداردها رو دور بریزی. خودتو بشناسی و توی اولویت قرار بدی. و مهم اینه که اول از همه کاری که میکنی برای خودت رضایت درونی بیاره. مسیر مناسب تو فقط مختص خودته. شاید این فرمول قطعی نباشه، اما باید بدونی که دوران فرمول استاندارد هم قطعا تموم شده. این ویدیو با الهام از کتاب دارک هورس یا اسب تاریک ساخته شده، کتابی که ترجمه فارسیش هم با اسم اسب سیاه موجوده. پیشنهاد میکنم این کتاب رو حتما بخونید و از همین حالا دست به کار شید.